خرید و فروش سکس در خانه‌هایی که ساعتی و روزانه به اجاره در می‌آیند در چند شهر ایران به حدی بالا گرفته که پلیس در مورد آن هشدار داده. آیا احیای شهر نو و متمرکز کردن خرید و فروش سکس بهتر از این وضعیت نیست؟ سلام، شاید شنیده باشید که اجاره ساعتی آپارتمان در تهران فغان شماری از مقامات و مسئولان از پلیس تا اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی را برانگیخته. یکی از آنان گفت وقتی سایتی عکس خانمی را گذاشته که به خیابان نگاه می‌کند و زیر آن نوشته خانه ساعتی، معلوم است چه قصدی از اجاره این نوع خانه‌ها دارد. همزمان جنجالی بر سر گفته های یکی از جامعه شناسان در ایران در گرفت که گفته بود در مقدس ترین شهرهایمان شهر نو را زنده کرده ایم. اونچه این دعواها را ایجاد کرده تفاوت وضعیت کنونی است با اونچه که شهر نو نامیده می شد و پیش از انقلاب ایران محله‌ای بود برای خرید و فروش سکس. تفاوت در این است که حالا این کسب و کار دیگر محدود به یک محله نیست، بلکه پراکنده است در شهرها، از جمله شهرهای مذهبی. آیا خرید و فروش سکس که در حال حاضر با یا بدون کلاه شرعی فراوان، پراکنده و غالبا در خفا انجام می شود نباید قانونی شود و تحت نظارت درآید تا از خطرات مخفی بودن و پراکنده بودن آن کاسته شود؟ آیا نباید برای خرید و فروش سکس شرایطی فراهم کرد که کمترین خطرات ممکن را در بر داشته باشد و پیامدهای اجتماعی آن هم تا حد ممکن کاهش یابد؟ آرش علایی، پزشکی که این روزها دخیل در برنامه‌های امدادی برای اقشار آسیب‌پذیر در تاجیکستان و در آمریکاست، میگوید چنین امکانی از طریق قانونی کردن، متمرکز کردن و نظارت بهداشتی فراهم خواهد شد. نسرین اسفندیاری، پژوهشگر مطالعات جنسیت، میگوید این توهمی پیش نیست. به نظر او خرید و فروش قانونی سکس خطراتی به مراتب بیشتر از انجام مخفی آن در بر دارد. خیلی خوش آمدید. آقای علایی، ما بگید که بر چه اساس فکر میکنید قانونی کردن خرید و فروش سکس خطراتش کمتره؟ در ابتدا میخوام تشکر کنم از برنامه پرگار که به حق میتونم بگم که یک دارالمعارفی است برای ارائه نظرات مختلف و میتونه مجموعه باشه برای تمام شنوندگان و بینندگانی که استفاده کنن. و دوم از شما تشکر کنم برای پرداختن به این موضوعی که شاید بعضی مواقع انگهایی که بهش زده میشه باعث بشه که کمتر بهش پرداخته بشه. من میخوام ابتدا یک مرور تاریخی کنیم که ببینیم آیا این پدیده یک پدیده نوظهوره یا قسمتی از وجود بشری، تاریخ بشری بوده. در متون سومریان، در متونی که مکتوب است از هرودت، در یونان باستان، در روم باستان، در چین، در هندوستان، در متونی که از آستک ها آمده، ما میبینیم که در طول تاریخ داد و ستد سکس وجود داشته و حتی در متون زمان عثمانی در بین مردها هم بوده. پس یک موضوعی است که با تاریخ وجود داشته، در اقصا نقاط جهان هم این موضوع وجود داشته، وابسته به جنس هم نبوده، یعنی هم زنان و هم مردها، و وابسته به سن هم نبوده، در سنین مختلف در ارتباط با این موضوع بودن. پس این از قدیم. وقتی که میایم به موضوع اخیر میپردازیم، در قرن 19 با پیدایش بیماری های مقاربتی از جمله سوزاک و سیفلیس، نگرانی در بشر اروپایی به وجود آمد که ما چطور میتونیم جلوی این کار رو بگیریم، به خاطر ترسی که از بیماری های مقاربتی ایجاد شد. و در متون اسلامی به خاطر نگاهی که به افرادی که به خاطر رابطه جنسی پول دریافت میکردن، نگاه درجه دوم یا پست بود، منع‌های مذهبی به وجود آمده.
میایم به قرن اخیر با پیدایش ایدز هم باز ما این نگرانی رو میبینیم که در بعضی کشورها قوانینی نصب میشه که اگر فردی به خاطر رابطه جنسی کسی دیگر بیمار بکنه حتی بره تا زندان. پس تشدید نگاه نگرانی بوده که از طرف اصولا قانونگذار بوده. یعنی ما سه زاویه رو بخوایم ببینیم: یک، فردی که خدمات میده، فردی که خدمات میگیره، منظورتون کسی که میفروشه سکس، خدماتی کسی که خرید میکنه، بله، کسی که خدمات میده، یعنی به عنوان اینکه سکس رو در معرض فروش قرار میده و از اون سود یا مبلغی میگیره، کسی که این خدمات رو میخره، و جامعه و قوانین. اگر ما نگاه کنیم میبینیم که این فردی که خدمات تجارت سکس یا ارائه سکس به خاطر پول داره همیشه بوده و هیچ گونه انکار نشده و همیشه به کارش هم ادامه داده، خدمات گیرنده هم همینطور، و جامعه هم در بسیاری از جوامع پذیرا بودن، ولی مشکلی که همیشه پیش آمده اختلالات و مداخله قانونها و یا نگاه مذهبی یا دینی بوده نسبت به این موضوع. در آخرین مطالعاتی که UNODC کرده که الان شما نقشش رو میبینید در جهان، میبینید که در قرن 21 هم همین پراکندگی از ژاپن به شرق آسیا، به خاورمیانه، آسیای میانه، اروپا و آمریکای شمالی جنوبی وجود داره. یعنی همین پراکندگی که در طول تاریخ ما در متون داریم در حال حاضر هم وجود داره، و از آمریکای لاتین به سمت اروپا و از آمریکا دیگه. یعنی مهاجرت، یعنی این در اصطلاح بهش میگن جامعه ای که حرکت میکنه، موبایل پاپولیشن، جامعه ای که حرکت میکنه نسبت به اون جاهایی که بتونه این کالا یا این خدماتش بتونه ارائه بده. خب این تجارت سکس، این نقشه و صحبتهایی که شما کردید برای این اساسه که سکس یک کالاست. اگر یک کسی بیاد بگه که نه، نباید چنین به سکس نگاه کرد، سکس مثلا استثماره، جواب چه خواهد بود؟ ببینید، دستبندی ها فرق میکنه. ما باید اینها رو تفکیک کنیم. یک جا هست ما بردهداری جنسی رو داریم عنوان میکنیم که این پذیرفته شده نیست. یک جا ما داریم رابطه جنسی برای کسانی که از سن قانونی پایین ترن، این پذیرفته شده نیست. ولی ما بحثی که در این جلسه فکر کنم به اون پرداخته میشه اینه که ما تمرکز کنیم روی زنانی که میخواهند رابطه جنسی برای دریافت پول یا منفعت داشته باشد. اگر ما روی این چارچوب نگاه کنیم باید ببینیم چه مسائلی پیش میاد در دنیا در حال حاضر. دو نگاه داره میشه بهش. یک، کلن موضوع غیر قانونی میدونن که در 100 کشوری که طبقه بندی شده شما در این نقشه میبینید، بله، از چیزی که به درخواست شما ما الان روی صفحه انداختیم، رنگ‌های مختلف نشانگر، بله، چیه؟ رنگ‌های مختلف، این نقشه قسمت اروپاست، ولی در کل اگر شما دسته‌بندی کنید حدود 53 کشور قانوناً پذیرفتن، حدود 35 کشور غیر قانونی است و باقی 100 کشور مانده بینن، نیمه قانونن. این نقشه در اروپا نشان میده کشورهایی که به سبز نشان داده میشن از لحاظ قانونی پذیرفتن و یک چارچوب، یک ضوابطی براش گذاشتن و نظارت میشه و یک چارچوب در اون چارچوب است که اگر کسی میخواهد ارائه خدمات کنه برای دریافت پول باید یک چارچوب. کشورهایی که آبی منظور شدن قانونی هست ولی اون ضوابط رو محکمتر گرفتن، و کشورهایی که سرخ هستن غیر قانونی است. این در اتحادیه اروپا و اروپای شرقی، بله، دستبندی شده روسیه. این دستبندی که وجود داره، این دستبندی اتفاقا خوبه. بر اساس مقایسه اینها شما به چه نتایجی رسیدید؟ چون رفتید پژوهش کردید و نتایج سیاست‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کردید. ببینید، پژوهش‌های بسیار زیادی در این زمینه شده، خیلی کوتاه، یعنی نگاه اگر بکنیم به پژوهش‌ها اینه که آیا ما باید صورت مسئله رو پاک کنیم یا اینکه نه، عرضه و تقاضا وجود دارد و چه کار کنیم که آسیب‌ها را کم کنیم. اگر اون فرد بترسه که پیش پزشکش بیاد، بترسه پیش جامعه شناسش، پیش مددکار اجتماعیش بیاد، چطور می‌شود نگاه کرد و برای او نسخه‌ای پیچید که مفید باشه برای او؟ بله، و این نظارت رو شما معتقد هستید که
باید با متمرکز کردن این خرید و فروش سکس در اماکن شناخته شده و تحت نظارت انجام داد و به همین دلیله که منتقد هستید یه چیزی شبیه شهر نو باید دوباره در ایران هم زنده بشه. من طرفدار اون گروهی هستم که میگن که داشتن این رابطه باید قانونی باشه و در قانونی بودنش باید چارچوب هایی باشه با مدل های مختلف. بله. یکی از مدل ها ایجاد اماکنی است مثل شهر نو. مثل شهر نو. بسیار خوب، در مورد شهر نو صحبت خواهیم کرد چون احتمالاً خیلی از بیننده ها شنونده های جهان این برنامه ممکنه دقیقاً در موردش ندونن، جزئیاتی خواهیم گفت. خانم اسفندیاری، شما با این نگاه مخالف هستید، بگید چرا؟ به نظر من اصلا اینکه مخالف هستم یا موافق هستم خیلی در این رابطه کمک نمی کنه شاید، ولی برای من بیشتر مهم است که نتایج و چیزهای این نتایج این کار چه عواقبی برای آدم ها داره، چه عواقبی برای جامعه داره، چه عواقبی برای زنان یا روسبیگران هست. ببینید، کاملا درسته، خیلی ها میگن که روسبیگری یکی از قدیمی ترین شغل زنان هست، در صورتی که من اصلا موافق این مسئله نیستم. پیشتر بریم، شما از لفظ روسپی و روسپیگری استفاده میکنید، موافق هستید لفظ کارگر جنسی به کار بری یا نه موافق نیستید و تعمدن از لفظ روسپی استفاده میکنید؟ من تعمدن استفاده میکنم، علتش هم همینه که گفته میشه که روسپیگری یکی از قدیمی ترین شغل زنان هست، در صورتی که در واقع تنخرینی یا روسپیگری یکی از قدیمی ترین شکل بهره‌کشی انسان از انسان دیگر هست، یعنی بهره‌کشی مردها از زنان هست، برای اینکه در همه جای دنیا همین امروز هم اکثر کسانی که روسپی هستند زنان هستند. تمام این به اصطلاح بهره‌کشی جنسی بر مبنای یک نظمی هست، یک به اصطلاح سیستمی هست که ما بهش میگیم سیستم جنسیتی، که در این سیستم جنسیتی مردان، خواست مردان و حق مردان بالاتر قرار میگیره. ما تمام قضیه پروسه روسپیگری را اگه نگاه کنیم میبینیم همه چی بر مبنای این هست که چطور بشه ما این شرایط رو بهتر در نظر فراهم کنیم که مردها بتونن بهتر از این مسئله استفاده کنن. خود این که به اصطلاح ما بتونیم یک مراکزی رو درست کنیم که بتونن زنها در اونجا بیان، خب ببینید خود این نگاه نشون میده که ما چجوری میخوایم یه شرایطی رو به وجود بیاریم و بگیم که این زنهایی که میان اینجا آزمایش بشن، مورد آزمایش قرار بگیرن و بگیم که اینا سالم هم میان اونجا. بعد پیام دیگه‌ای که به مردها و جامعه میرسونیم این هست که بله بفرمایید اینجا زنهایی هستن، سالمن، هیچ نوع بیماری ندارن و شما بیاین برای استفاده از این زنها. خود این نگاه رو شما در نظر بگیرید که چجوری میگه که زنان مورد استفاده میتونن قرار بگیرن در شرایطی که مردها بتونن پول بدن و اینها رو بخرن. خود این نگاه جنسیتیه و نگاه دوگانه به بدن هست. کشورهایی که تا امروز مثلا آلمان یا هلند یا کشورهای دیگه که امروز قانونی شدن نگاه کنیم میبینیم که نتایجی که در این کشورها داده شده نه تنها شرایط رو بهتر نکرده بلکه بدتر کرده. برای اینکه ببینید در پیرامون روسپیگری همیشه در طول تاریخ هم اینطوری بوده که همیشه بزهکاری، خشونت و دیگر چیزهای بزهکاری های اجتماعی دور این جمع میشه. اعتیاد یکی از چیزهایی. معتقد هستید اگر اماکنی باشه برای خرید و فروش سکس، همون اماکن تبدیل میشه به اماکنی برای بزهکاری های دیگه، خلاف های دیگه؟ بله، این الان کاملا درست، الان توی کشورهایی که قانونی شدن کاملا اینو ما میبینیم که الان به اصطلاح در آلمان کاملا این الان هی میان که قوانین جدیدی رو وصف کنن، برای اینکه الان یکی از مشکلاتی که در کشورهایی که قانونی شده بردهداری جنسی هست که اصلا خیلی
وحشتناک شده. آیا تحقیق های آماری چیزی هست که واقعا نشون بده نسبت به سابق بیشتر شده؟ بله ما چون همیشه این خلافکاری ها هست البته، ولی اینکه دقیقاً با آمار و ارقام نشون داده بشه که مثلا پیش از تغییر سیاست در این زمینه ها این چنین بوده، بعد از تغییر سیاست در این زمینه مثلا قانونی کردن خرید و فروش چنین شده داریم؟ بله، مثلا یک کتاب تحقیقی است که در استرالیا انجام شده، در اون تحقیقات نشون میده زمانی که اینا داشتن قبل از اینکه این قانونی بشه تقریبا میشه گفت 150 تا از این جاها وجود داشت، ولی وقت الان بیش از 500 خورده ای از این خانه ها هست که این خود این نشون میده که چقدر ببین شده خود قانونی کردن این هست که خب معمولی میکنین، هنجارسازی میکنین، یعنی اینکه کسی که میاد میخره جرمی رو انجام نمیده، نه تنها جرمی رو انجام نمیده قانونی هم هست. ولی برگردیم به اون مبنای قضیه، اونم این که آیا میشه ممنوعش کرد یا نه، چیزی رو که نمیتونید ممنوع کنید چیکار بکنید باهاش؟ ببینین باید هدف این نیست که ما مسلمم با ممنوع کردن هیچ کاری رو نمیشه حل کرد، ولی اگر ما بتونیم، اگر هدف این بستگی داره هدفمون از این کار چیه، آیا هدف این هست که ما بتونیم کمک بکنیم به انسان ها، آیا قبول داریم که میشه بدن انسان رو خرید؟ شما در سوئد زندگی میکنید و روی مدل سوئد شناخت کافی دارید، توضیح بدید مدل سوئد چیه و چه نتایجی داده؟ ببین مدل سوئد اینه که خرید سکس ممنوعه، یعنی خرید مبنای نظرم هست هیچ بدنی قابل خرید و فروش نیست. بله. بنابراین کسی که این سرمایه داره، این حق رو، این فکر رو داره، این فکر، این نگاه، نگاه به اصطلاح غیر قانونی هست. اما کسانی که به هر حال تنفروشی میکنن یا روسبیگری میکنن، اینها کار غیر قانونی انجام نمیدن و مورد حمایت و انجمنها، نهادها، چه دولتی و چه به اصطلاح مردمی هستن که به این زنان کمک میکنن، به این انسانها کمک میکنن. اون چه غیر قانونی شده خرید سکس نتیجه داده در سوئد؟ بله، ما نتیجه حداقل نتیجهش رو نسبت به خیلی از کشورهایی که قانونی کردن این هست که ببینین ترافیکینگ یا تجارت جنس، تجارت روسبیگری در سوئد نسبت به خیلی از کشورها کمتره، نه اینکه وجود نداره، کمتره. خلافکاری های دیگه، بزهکاری های دیگه، اونها هم کم شده، پیرامون این مسئله کم شده، برای اینکه وقتی شما حق نداری سکس رو بخری، بنابراین پا اندازها هم اگر بخوا وجود داشت باشه کار غیرقانونیه. خود این ترس و خود این ممانعت باعث میشه این کمتر وجود داره. خب خود این مراحل رو و از یه لحاظ دیگه زنانی که مورد ببینید در پیرامون روسبیگری خشونت بسیار بالا هست، خود این زنها، خود این آدمها میتونن فرض برن به پلیس بگن که اگر مورد خشونت قرار گرفتن برن به پلیس بگن و شکایت بکنه. خود این موضوع باعث میشه که آدمهایی که میخوان بخرن باید یه بار دیگه فکر کنن، یا حداقل به این اگر میخوان هم بخرن، خب زنهای تنفروش هم وجود یا آدمهای تنفروش هم روسبیگرها وجود دارن، اون آدمهایی که میخوان بخرن باید فکر کنن به عواقب کار، عواقب یه کار غیر قانونی. بسیار خوب. در جایی مثل سوئد خانم اسفندیاری میگه که فروشش غیر قانونی نشده، تعبیرم این است که به این دلیل که یه قشر آسیب پذیره دیگه. بله. اونی که سکس میفروشه، اما اونی که خریداره، مردی که غالبا برای لذت، برای اینکه حق خودش میدونه بهره مند شه از تن دیگری، اون زیر ضرب قانونه. این مشکل شما باش چیه؟ من اول یه کمی میخوام صحبت کنم راجع به واژه ها. به نظر من واژه هایی مثل روسبیگری یا واژه های مشابه برای زنهایی که به خاطر یک کاری که دارن انجام میدن و در قبالش حالا یا منفعت یا پول میگیرن واژه مناسبی نمیتونه باشه. اون زنها مثل تمام افراد جامعه هستن، یا یک شغل رسمی مداوم دارن یا پاره وقت. پس لغتهایی که باعث میشه که ما اونها رو از جامعه مجزا بدانیم یا شهروند دوم بدانیم، از همینجا بحث شروع میشه که نگاه ما
نگاه متمایزی است، نگاه تبعیض آمیزی است. شما بیشتر متمایلید از لفظ کارگر جنسی استفاده کنید یا کارگر؟ نه، هر کسی، چه زن چه مرد، برای داشتن رابطه جنسی یک سود یا پول میگیره. حالا چون کارگر جنسی وقتی میگه میره تو اون چارچوبی که قانونی است و یه کار داره و به خاطر اون کار مالیات میده، مثل همین چیزی که من هم در رابطه با همین نگاه عمدن روسبیگری رو مطرح میکنم. برای اینکه وقتی شما میاین اسم کارگر، ببین این نگاه یه نگاه نیلیبرالی به مسئله هست. من کارگر به کار نمیبرم، من میگم هر کس، نه جنسیت، میتونه یک مرد باشه. ما داریم مردهایی که با زن رابطه جنسی دارن و پول میگیرن، مردهایی که با مرد رابطه جانن و پول میگیرن، زنهایی که همین رابطه دارن. پس نگاه جنسیتی نیست. حالا که راجع به لفظ صحبت میکنیم و عکسایی هم که همکاران من انداختن روی صفحه رو میبینیم، عکسای زنانی است که در شهر نو زندگی میکردن و کار میکردن، یعنی سکس میفروختن. عکسایی که کاوه گلستان، عکاس ایرانی پیش از انقلاب ایران، گرفت از ساکنان شهر نو. حالا که راجع به اینا صحبت میکنیم، شما که اینا رو میبینید، فکر میکنید واقعا اینا از سر انتخاب این کار رو میکردن که میگید که خرید و فروشگویی یک معامله است که در اون انتخاب آزادانه هست و یک کالا رو دارن خرید و فروش میکنن؟ ببینید، من در مقدمه هم خدمتتون عرض کردم این سیر تاریخی داره. بله. ما در گذشته به صورت برده جنسی بوده. در تاریخ وقتی میخواندیم زنها هیچ گونه حقی نداشتن در کل جامعه، حالا چه برسد به زنهایی که برده جنسی بودن. من الان سوال من این است، در سوئد، در سوئد میگن فروش آزاد است ولی خرید غیر قانونی. خب اگر من یک زنم و میخواهم رابطه جنسی داشته باشم برای پول، حالا این پول من یا به خاطر گشنگیه، اینجا باید تصحیح بشه، در سوئد به این معنی نیست که آزاد هست، غیر قانونی نیست. اگر شما به یک گروه که در این ماجرا هستن بگید که شما مرتکب جرم دارید میشید، به گروه دیگه بگید نه مرتکب جرم نمیشید، خود همین تناقض رو چجوری از نظر اجتماعی ممکنه توی قانون اینا رو بذارید تو صفحات نمیدونم کتابهای حقوقی و اصلا؟ هدف از این قانون تناقض رو چجوری حل میکنید؟ من جناب کریمی یه تیکه اضافه کنم، 20 سال. ببینید این مسئله اینه، من یک زن سوئدی هستم، اگر من بخوام بدنم را به خاطر رابطه جنسی پول در بیارم میتوانم، ولی مشتری من جان بشه، من چطوری مشتری می پیدا کنم؟ ببینید اصل قضیه این قانون بر مبنای این هست که خرید، فروش جسم انسانی ممنوعه. خریدش، فروشش نه. ببینید فروش نه، خریدش ببینید جرم هست. نباید هدف این نیست که ببینیم ما با قانون، با ممنوع کردن، همه میدونیم نمیتونیم جلو، اما ما یه پیامی رو میخواییم به جامعه برسونیم و این پیام این هست که همون جوری که شما گفتین در طول تاریخ بهره‌کشی جنسی وجود داشته، اما اسمها، من کاملا موافقم با شما، در دوره‌های مختلف ما میبینیم چطور اسمها، مثلا قهبگری، روسبیگری، و امروز بعد از اون در مرحله بعدی اومده خرید و فروش، و الان اومده کارگر جنسی. ببین اینها هر کدوم تو مراحل اقتصادی سیاسی، برای اینکه کشورها بتونن مراحل رشد اقتصادی سیاسی هر کشوری یا مراحل رشد در هر مرحله اومده از اسمهای مختلف استفاده کرده برای اینکه بتونه مقبول کنه، برای اینکه بتونه هنجار کنه. از اینکه پیشرفت بشر برای حقوقش، به نظر من این واژه ها، یعنی حقوق بشر در سال 2019 خیلی فرق داره نگاهش به 1980. کاملا. به خاطر اینه که واژه ها، ببینید مثلا در نگاه بیماری ایدز و حمایتی که برنامه‌های مرتبط با ایدز برای زنان و مردانی که رابطه جنسی دارن برای منفعت، خیلی نگاه حقوق بشری، و به خاطر همین این حقوق بشری که شما میشین، این حقوق بشری همیشه تحت تاثیر نگاه جنسیتی بوده. این نگاه جنسیتی است که با
باعث میشه که بدن دوگانه برخورد میشه، یعنی نگاه جنسیتی که در تمام مدت آگاهانه به این سو میره که بدن مردانه هم بالاتر، بهتر و مقبولتر چیز میشه و بدن زنانه همیشه باید سرویس بده و مورد استفاده قرار بگیره، حالا یا غیر قانونی یا غیر. ولی مگر میشه این کار کرد که مردهایی هم هستن که بدن خودشون رو میفروشن یا به هم جنس خودشون یا به دیگر جنس؟ درسته. این هم کم نیست دیگر. کاملا درسته. ببینیم ما وقتی در رابطه با خشونت صحبت میکنیم، ببینیم حتما در آمار خشونت زنانی هستن که مردها رو میزنن، اما آنچه که بیشتر هست ما از اون بیشترها صحبت میکنیم. مسلم هست که در روسبیگری مرد همیشه هم همینجوری بوده، ولی شکل غالب شما فکر میکنید بهره کشی از تن زنه. زن یه نکته مهم و نگاه هم نگاه جنسیتیه، ولی در بار لغت ها یه چیز رو من اینجا بگم، حتی اگر در مردها هم در این روسبیگری در این تجارت سکس باشه، مردها رو میخرن، مردها زنها رو میخرن. ببینید من خیلی برام مهمه اینجا، ببین من هدفم از اینکه اسم مردها رو میبرم، من اصلا هدفم این نیست که بگم آن مرد، این مرد. هدف من یک سیستم مردسالار و سیستم جنسیتی است که چگونه بدن رو در گفتمانهای مختلف دوگانه برخورد میکنه باهاش. و یکی از این بدنها باید مورد بهره برداری قرار بگیره، یکی بهره بگیره. ولی یک نکته مهم رو شما باید جواب بدید آقای علایی، اونم این که جاهایی که به گفته خانم اسفندیاری سکس درش، خرید و فروش سکس درش قانونی میشه، این اماکن، این خونه ها، این محلات، این خیابون ها، اینا اغلب لایه های دیگه ای از اونچه که جرم و بزهکاری و جنایت نامیده میشه بهش اضافه میشه. ما اگر برگردیم به همین شهر نوی ایران پیش از انقلاب، آخرین آمار نشون میده که حدود اگر اشتباه نکنم 1600 زن در اونجا شناسنامه بهداشتی داشتن و به این کار اشتغال داشتن. اما هم فیلم مستندی که توسط کامران شیردل درست شد، هم عکس‌های کاوه گلستان که اینجا چند تاشو دیدیم، هم از جمله مثلا رمان توتی نوشته زکریا هاشمی، همینا نشون میدن که اینجا محل انواع جرم و جنایت هم بود. یعنی این زنان در عین اینکه سکس ناچار بودن بفروشن، در معرض اعتیاد بودن، در معرض انواع دیگه برداری و بردگی بودن، خشونت خیلی زیاد بود. اینها رو شما اگر بیاری توی زمان حاضرم بگذاری، هیچ تضمینی نیست همین اتفاق نیفته. غیر از اینه، ببینید جناب کریمی، مهم اینه که ما در حال حاضر در این جامعه این خشونت ها رو داریم یا نداریم. داریم. ببینید اگر فرض کنیم که اماکنی نباشد چه پیش میاد؟ عرضه و تقاضا وجود دارد، یعنی این خانم میره در یک مکانی که اون مرد یا تلفن بهش میزنه یا توسط اسکورت میارتش، اونجا هم همین بساط منقل و کتک زدن و مشروب خوری و اینا هست یا نیست. پس مهم اینه که ما چطور بیاریم اینها رو بیاریم در رو، و اونجاست که ببینید در همون زمان هم نگاه کنید، یعنی چیزی رو که پنهان می‌بینی بهتر میتونید. بله، شما ببینید وقتی که ما صورت مسئله رو، وقتی که ما مشکل رو ندانیم چطور میتونیم مشکل رو حل کنیم؟ ما باید اول مشکل رو بدانیم. چطور مشکل رو میدانیم؟ وقتی که ما قانون ها رو مشکل چیه میتونیم من به شما عرض کنم. اول مشکلات قانونیه. وقتی که ما به یک چیزی غیر قانونی یا جرم میگیم، افراد میترسن. خب وقتی که میترسن کتمان پیش میاد. خب همینه در مواد مخدر داریم، خب ما در آلمان داریم، در هلند داریم، در هلند. اینها آره. قانونی هست؟ نه. خب نتایجش چیه؟ شما ببینید در آلمان از 1800 رابطه جنسی برای پول وجود داشته، ولی قانون 18 سال تصویب شده. خب یعنی در این 18 سال، در این 18 سال نتایج مرحله اولی است که تازه دارن آسیب هایی که در زیر زمین پنهان بوده داره میاد رو. مدل سوئد، مدل سوئد من عرض کنم خدمتتون، مدل سوئد نه وابسته به اینه که بخوایم ببینیم که مدل سوئد موفق تر از هلنده.
مدل سوئد نگاه میکنه به تجارت کسانی که باندهای زیرزمینی که زنها را از آسیای جنوب شرقی یا آسیای میانه یا شرق اروپا میارن به اروپا، میبینه اگر خرید را غیر قانونی کنه اینا مهاجرت میبرن تو آلمان و اروپا، کشورهایی مثل هلند و آلمان. اینجا هم صورت مسئله رو به خاطر به نظر من سوال اینه، ببین مشکل چیه؟ مشکل اگر این زیرزمینی کنید دیگه شما هیچ گونه حقی برای اون زر قائل نشدید و اون مرد را ببینید، اون مردی که از دید فمینیستی میشه این که هر کاری خاص بکنه در واقع همون کار رو انجام میده. ببین من فکر میکنم اجازه بدید نمیخوام این نکته ناگفته بمونه. اگر شما یه چیز غیر قانونی کنید یعنی مخفی میکنید، اگه مخفی کنید یعنی دست همون مردی که شما میگید داره تن زن رو استثمار میکنه رو باز میگذارید که بخواد خشونت ببرزه، خشونت هم ببرزه. در این حال دست زن رو میبندید که قانونی این کار رو بکنه و این معنیش این است که باید باج بده به پلیس، به چه میدونم نیروی انتظامی، هر چیز دیگه ای که اسمش بگذارید ضابطه قانون، خب بعد به پاانداز باید پول بده. یعنی خیلی چیزهای دیگه به وجود میاد که اینها به دلیل مخفی بودن ماجراست دیگه. ببین به خاطر همینه من در اول صحبتم گفتم هدف من قانونی یا غیر قانونی کردن یا ممنوع کردن و غیر ممنوع کردن نیست، برای اینکه ما با ممنوع غیر قانونی کردن مخصوصا فروش سکس به هیچ جا نمیرسیم. برای همین هم گفت ببینین من فکر میکنم اون چیزی که با آقای علایی گفتم در رابطه با هدف چیه، مشکل چیه، مشکل نابرابری جنسی هست. وقتی نابرابری جنسی هست بنابراین این باعث میشه که جنسیتی هست و این باعث میشه آنهایی که پول دارن و آنهایی که پول ندارن میتونن در یه مناسبات نابرابر قرار ولی من موافق نیستم. ببینید شما وقتی که کسی که پول داره مجاب میکنید که از یک چارچوبی، ببینید شما یک مرد پول داره میتونه در خانهش در ویلاش بشینه، تلفن بزنه، افراد براش بیارن، هر کاری رو هم خواست افسار گسیخته انجام بده. ولی شما مرد مجاب میکنید که نه، این بازی یک چارچوبی داره و اون احترام به قوانینی نیست که محافظت میکنه از اون زن. خب این دست و پای اون مرد میبندید شما. شما یعنی برای اون مرد اجازه نمیدید که هر خشونتی، ببینید مطالعه آقای کلاته است، آقای کلاته سعادتی در شیراز، هر پنج نوع خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی در بین زنان که به خاطر رابطه جنسی پول گرفتن در شیراز مطالعه کردند، نشان داده که در جمهوری اسلامی بیشتره. مطالعه دیگه پنج نوع خشونت رو نگفتی چی هم انواع خشونت ها که انواع خشونت هایی که امکان داره برای یک زن در یک جامعه پیش بیاد بوده با وجودی که قانون میگه غیر قانونیه. مطالعه دیگه خانم کمال خدابنده ارتباط بین رابطه جنسی و اعتیاد و مواد مخدر، چرا؟ چون این زن وقتی که میره در اون خانه مجبورش میکنن یا کارهایی بکنه یا برقصه یا مواد مصرف کنه یا الکل. ولی وقتی که شما اینها رو میارید در یک چارچوب قانونی که این مکان فقط برای یک ارتباط جنسی است با چارچوب با قوانین، خب شما دارید به زن حمایت میکنید. شما آمارهای تحقیقاتی که در رابطه با الان یک کتابی هست به نام سکس روسپیگری در آلمان، تا هیچیش که نه تنها این روسپیگرها کم نشدن تعدادشون بلکه خیلی بیشتر شدن. خب این خوبه، ببینید این خوبه. خوبه چرا؟ برای چیه؟ چون اونها زیرزمینی داشتن کار میکردن. یعنی معتقدید تعدادشون بیشتر نشده بلکه شناخته شدن. ما وقتی که یک مطالعه رو داریم آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم، باید ببینیم که پشت موضوع چه بوده. خب بذارید ببینم جواب خانم اسفندیاری چیه. آره. شاید نه تنها خوب نیست بلکه این نشون میده. ببینید در غرب حداقل شرایط زنان، شرایط اقتصادی زنان خیلی بهتر. ببینید ما در دوره‌های مختلف همونجوری که در طول بحثمون هم صحبت کردیم، روسپیگری با نام‌های مختلف در به شکل‌های مختلف وجود داره. امروزه وقتی می‌بینیم که غرب میاد و سرمایه‌گذاری می‌کنه، حتی در کشور سوئد به عنوان قانون بحث شده که باید برای برابری جنسیتی به صورت قانونی
دستور داده شد که باید همه اداره جات، چه دولتی چه غیر دولتی، براش کار بکنن. این باعث شده شرایط زنان چه از نظر اقتصادی سیاسی فرق کرده، شرایط به قول یعنی اون امکانات زنان در جامعه فرق کرده. این باعث میشه که رجوع زنان به تنفروشی کمتر شده. خب خود این نتیجهش در کل میتونیم در غرب بگیم شرایط زنان خیلی بهتر. این باعث شده که نوع جدیدی از تنفروشی اومده که بهش میگیم ترافیکینگ، یعنی اینکه بهش میگن برده‌های جنسی که از کشورهایی که فقیر هستن اینها رو وارد میکنن در غرب. مناسبات نابرابر در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی خواه‌ناخواه خودش رو در حوزه خرید و فروش سکس نشون میده. خانم اسفندیاری میگه اگر چند تا چیز متفاوت گفتن، یکیش اینه که اگر شرایط برای کار، معیشت، حقوق برابر، حقوق منظورم چیزیست که مبلغ حقوقی برابر، اگر شرایط مناسب برای زن فراهم بشه به سمت خرید و فروش سکس نمیره، چه خریدار چه فروشنده. خب این خیلی مهمه. اگر شما شرایطی رو فراهم کنی که زنها نرن به سمت فروش سکس، آرام آرام کنترل میکنی، به جای اینکه در واقع خرید و فروش و سکس رو قانونی کنی، زمینه تحصیل بهتر، کار بهتر، درآمدهای مساوی با زنان رو فراهم بیاری، کم کم این زنها به جای اینکه برن سمت خرید یا فروش، عمدتا فروش سکس، میان کارهای دیگه میکنن. این راه کنترلشه به گفته ایشون. این برای گروه زیادی که بل اجبار وارد این کار شدن درسته، و همون شهر نوعی که شما فرمودید. اگر شما نگاه بکنید به کسانی که فارغ التحصیل شدن از مدرسه علوم اجتماعی پیش از انقلاب، بله بله. من افتخار داشتم دکتر سیروس پیلرودی یکی از دکترهایی بود که ناظر بوده بر شهر نو، همیشه برای من اینه میگفت ما مددکارهای اجتماعی ما در شهر نو بودن، اگر اینا نمیخواستن و میخواستن یه کار دیگه پیدا کنن ما بلافاصله حمایت میکردیم، میآوردیم کار میدادیم به اینها، ولی شما باید دسترسی پیدا کنید به اینها. پس موضوع مهم ما باز برمیگرده سر همون موضوع. وقتی که شما قانونی میکنید، میشناسید افراد مددکارای اجتماعی، با اونها مشکلات اونا رو میفهمید، وقتی میدونید اون به زور وارد شده به این کار، اگر یه کار دیگه براش پیش بیاد میره کار دیگه، شما از اونجا میکشید بیرون. ولی اگه غیر قانونی باشه شما چطور میتونید گروه مخاطب پیدا کنید؟ برداشت من این بود که ایشون منظورشون پیش از اونی که اصلا زن سر در بیاره از چنین اماکنی، یعنی شما اون مدینه فاضله است. ببینید مدینه فاضله که ما نمیخوایم صحبت کنیم، ما میخوایم روز امروز نگاه کنیم. و دوم، و جناب کریمی، باز هم با هر شرایطی چه مرد چه زن، برای زندگی بهتر هم باز رابطه جنسی برای پول هم داره. یعنی ما بعضی‌ها یک انتخابه. بنده کار 20 ساله، بنده و برادرم در این کار هستیم، ما حتی داریم کسانی که شغلای خوب هم دارن، درآمد خوب هم دارن، ولی جایی برای رفاه بهتر، برای میرن زندگی سراغ فروش میرن سکس. و این کار رو انجام میدن. این در همه جای دنیا هست. خانم بله بله، اجازه بدید. آیا میشه گفت که هستن زنهایی که فروش سکس براشون یک انتخابه، و اون دورانی که همه زنهایی که در این ماجرا دخیل بودن مثل زنهای شهر نو بودن اون زمان گذشته؟ این نگاه، یعنی ببینید نگاهمون به زن، نگاه زن درگیر در این ماجرا نباید اون چیزی باشه که از این عکس ها ما میگیریم. اینا متعلق به 40-50-60 سال پیشه، و اون موقع بله دستشون از همه جا کوتاه بود، واقعا بینوا و تهی‌دست بودن و خیلیشون برده بودن. الان دور و زمانه دیگه ایه. بله، برای اینکه امروز ما در جهان نیولیبرالیست زندگی میکنیم و همه چیز رو باید شیک و قشنگ و بر مبنای بازار بگیم. امروز بازار انتخاب تعیین میکنه که بله، زنان، بدن زنان هم جزی از این کالا هست، و برای اینکه بتونه اینو مقبول نشون بده کلمه انتخاب رو به میون میاره. و مثل اینه که مثلا در ما بیایم بگیم که طبقات فقیر انتخاب میکنن که فقیر باشن. خب درست همین مسئله در رابطه با روسبیگری هست. زنان انتخاب میکنن که روسبیگر باشن، زنان انتخاب میگیرن که مورد تبعیض قرار بگیرن، بدون اینکه ببینید مثل اینه که یک
پدیده‌ای رو خارج از پدیده‌های دیگه اجتماعی در نظر بگیرین، یک دفعه بهش بگین این حق رو شما دارین که انتخاب بکنین. دو تا موضوع، یک گروه به خاطر فقط زندگی کردن، یعنی معاش روزانه از گشنگی کامل این کار میکنه، و یک گروه برای رفاه بیشتر. منتها ببینید ما داریم صحبت میکنیم از یک موضوعی که واقعیت 186 میلیارد دلار برای کشورهایی که آمار دارن تجارت سکس توش بوده. در آلمان بیش از 16 میلیارد دلار تجارت این موضوع، تجارت سکس 16 میلیارد دلار. خب حالا مشکلی که ما داریم چیه؟ مشکل ما حالا این نیست که فقط قانون باشه، مشکل ما اینه که این قوانین چطوری حمایت کنه از زنی که این کار رو انجام میده. الان بهترین مدل اتفاقا مدل هلند و آلمان نیست، نه به خاطر اینکه متمرکز هستن، اون تمرکزش اون خانه ها باعث شده دسترسی بهداشتی عالی بشه. بهترین مدل کجاست؟ بهترین مدل الان خدمت رو عرض میکنم نیوزلنده. من در اون در آلمان و هلند دیگه کسی که رابطه جنسی داره به خاطر پول ایدز نمیگیره، در صورتی که ایدز میگرفت. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه میبرن اونجا. نیوزیلند چرا نیوزیلند بهتره؟ به خاطر اینکه در آلمان و هلند، به خاطر اینکه همون چیزی که شما گفتین، کارگر جنسی وقتی اسمش میذارن قانونی، مالیات باید بده. خب حالا شما باید مالیات بدی، پول مکانی که هست باید بدی، پس به اون سیستم باید یک مبلغی از درآمدت بدی. خب این فشار میاره به فردی که این کالا رو عرضه میکنه، یا بدنش عرضه میکنه، یا این خدمات عرضه میکنه. شما مرتب میگید در... کالا، واقعا فکر میکنید سکس کالاییه که مثل کالایی دیگه باید خرید و فروش بشه؟ باید کرامت انسانی فرد درش رعایت بشه. ببینید کرامت انسانی اون زن باید بهش پرداخته بشه. به خاطر اینه که ما یعنی باید فکر میکنید این دوتا رو میشه با هم جمع کرد، هم سکس رو کالا دید و هم کرامت اون کسی که این کالا رو میده به یک شخصی که بهره مند شده این رو کرامتش حفظ کرد. حالا اونجا نگاه دولته، یعنی نگاه دولت اگر بخواد که کاملا صرف و صارت یک تجارت باشه مثل آلمان و هلند، اینجا باعث میشه که فشار به اون زن بیاد. بله. ولی نیوزلند مدلش اینه که نیوزلند میگه ما چه کاره ایم که بخوایم برای افراد تصمیم بگیریم؟ خود افرادی که رابطه جنسی دارند بیان جمع شن، ما هم به عنوان متخصص در کنار اونا باشیم، با اونا مدل سازی کنیم. یعنی ما همیشه داریم مدل سازی آمده گفته یک این مالیات ها رو بردارید، دو این که فقط یک مکان درست نکنید، یک خیابان و اینها بشینن پشت یه شیشه بشن ویترین، مکان‌های زیادی باشن، یعنی شهر نوهای زیاد باشن، غیر متمرکز، و اداره کننده قوانین و مقررات با همکاری و با حضور و با وجود صدای زن‌هایی باشن که این خدمات رو دارن ارائه میدن. برای من خیلی این مسئله جالبه. من اینکه قبل از اینکه به وجود بیام، به دنیا بیام، نرم‌ها، هنجارها، باید نبایدهایی بود که قبل از من به وجود کرد. اومده منو وادار کرده، یعنی خواهناخا در درون مناسبات نابرابر قرار جنسیتی. مسئله اینه خانم اسفندری، مسئله اینه که به گفته آقای علایی اون مدینه فاضله‌ای که شما میخواهید بسازید که توش خرید و فروش سکس نباشه، به نظر میاد تحقق پیدا نکرده و نمیکنه. شاید در چنین شرایطی باید یه کارایی بکنید که اونهایی که سکس میفروشن تا حدی کرامت انسانیشون حفظ بشه دیگه. با یه ضابطه هایی دیگه، با یه قوانینی دیگه، با یه مقرراتی دیگه. آیا خود همین زمینه در واقع به یک معنا رسمیت دادن بهش نیست؟ یعنی شما باید بهش رسمیت بدید، بعد بگید بیا جلو من ببینم چی کار میتونم بکنم که تو رو از این مناسبات در بیارم، کرامت انسانیت رو حفظ کنم و افزایش بدم. و کاملا درسته. ببینیم کاملا هم درسته، به خاطر اینکه ما در یک نظامی زندگی میکنیم، در یک سیستمی هستیم که خب به هر حال اون مدینه فاضله هست که به اصطلاح پول داره بی پول، یا آنه که به اصطلاح مجبور نباشن زنها، یا به هر حال کاملا درسته. ولی قضیه اینه که در چجوری ما میتونیم متناقض برخورد نکنیم با این موضوع. از یه طرف ما میایم تلاش میکنیم برای اینکه ما بتونیم این تفاوت‌ها رو از بین ببریم، بیایم در رابطه با برابری جنسیتی در جامعه فعالیت بکنیم، تلاش بکنیم. از یه طرف دیگه بیایم یک جامعه‌ای رو درست بکنیم که بگیم ما زن‌های مختلفی داریم، زنانی که
قانونی هست بهره کشی ازشون، ولی زنانی داریم که ما میخوایم در رابطه با برابری جنسیتی برایشون کار بکنیم. ما وقتی میگید این کار جرم است، کار کدوم جرم؟ من نمیگم تن فروشی جرمه. شما میگید ما پیام این که کسایی که جنسی ببینید رابطه جنسی، چه خریدش چه فروشش چه هر دو یکیش، وقتی یک قسمت این جرم میزنید، یعنی یک از دید جامعه ببینید قوانین خودش میتونه انگ اجتماعی و تبعیض ایجاد کنه. فرهنگ پذیرفته. ببینید شما در تهران شهر نو بوده، در شهر من کرمانشاه توکل آباد بوده، در خوزستان بوده، پس فرهنگ ما پذیرفته در ایران. فرهنگ ما خیلی چیزای جنسیتی رو پذیرفته. نه، در اروپا هم پذیرفته. فرهنگ ما کتک خوردن و خشونت زنها رو پذیرفته. نه، ببینید من رابطه، حالا ما باید بیایم از این فرهنگ تبعیض آمیز برای زنی که روسپی خوانده میشه اول باید بگه تو مجرم نیستی، شما مجرم نیستی، کارت هم غیر قانونی نیست. بله. پس پذیرفته میشی از طریق قانون، پلیس شما رو اذیت نمیکنه. کاملا درست. حالا ارزش دوم به اجتماع بگیم که اجتماع عزیز، این خانم اگه یه رابطه ای داره مثل جریان هلند نیست که شما برید ده عکس ازش بگیرید بذارید نشان بدید. فیلم نیست، یک واقعیت بد جامعه است. ما دوست نداریم که مردم کارهای سخت بکنن برای درآمد کم. این مدینه فاضل است، ولی واقعیت جامعه اینه که در کشورهای بسیاری از دنیا درآمد کمه. حالا چطوری ما میتونیم اون مرد را مجاب کنیم که کرامت این زن را بداند؟ وقتی که قانون از این زن حمایت کنه، وقتی که مکان شما براش میذارید چه باعث میشه؟ در این مکان اومد نمیتونه هر کاری رو بکنه. آقای علایی، چه قانون حمایت بکنه چه نکنه، چه جامعه حدی از توسعه یافتگی رو پشت سر گذاشته بشه چه نه توسعه نیافته باشه، در سراسر این ماجرا مثل خیلی از کسب و کارهای دیگه میبینیم یک تمایز طبقاتی هست. در همون زمان که در شهر نو زنان بینوایی مشغول این کار بودن که دستشون از همه جا کوتاه بود و خیلی هاشون فروخته شده بودن و سر از شهر نو در آورده بودن، حتما زنایی بودن که بله خرید فروش سکس میکردن، چون در طبقات بالا بودن نیازی نبود به شهر نو برن، اصلا قانون باشون کاری نداشته و خیلی هاشون حتی یه مناسباتی با مراکز قدرت داشتن. الان هم همینه، در جمهوری اسلامی انواع اقسام کلاهای شرعی، زمینه‌های قانونی و غیر قانونی، به هر شکلی که شما نگاه کنین میبینید که خرید و فروش سکس طبقاتیه. حالا سوال اینه، حتی اگر قانونیش بکنی، متمرکزش کنی، تحت نظارت در بیاری، یه عده‌ای که توهی دستن غالبا دچار مشکل خواهند شد، یه عده‌ای که توهی دست نیستن میرن فروش سکس میکنن، درآمدهای اونچنانی دارن، با آدمای ثروتمند یا قدرتمند در تماس هستن و کارشون انجام میشه. منظورم اینه که قانونی کردنش ضرورتا از بین بردن این تمایز طبقاتی در خرید و فروش سکس نیست. اتفاقا هست. به کی داره کمک میکنه؟ اتفاقا مقدمه شما بسیار عالی بود. ببینید اون گروهی که از طبقه با درآمد بالاست برای رابطه جنسی، با اسکورت و بادیگارد خودش داره، نمیره مناطقی مثل شهر نو، نمیره اون خطوط قرمزی که وجود داره در اروپا، با تلفنی بهترین هتل‌های 5 ستاره 7 ستاره میره مسافرت میره، اینا نیست. ما اتفاقا با تشکیل این خانه‌ها، با تشکیل این اماکن، با ایجاد چتر قانونی، اون زنهایی که در خیابان جزو آسیب پذیرترین افراد باید بشیم کمک کنیم. یعنی دقیقاً اتفاقاً ما با چتر قانونی، با فراخوان اونها، با حمایت از اونها، چون کسانی که در خیابانن بیشتر در معرض آسیبن، اون به خاطر نان شبش داره این کارو میکنه، هیچ کس بهش حمایت نمیکنه، بزرگترین دشمن اون همون پلیس است. من فکر میکنم تا حالا شما بیشتر متمایل بودید که این رو یک انتخاب بدونید، این رو یک کالا بدونید، الان بیشتر متمایلید که این رو واقعا استثمار بدونید و میگید که نه. ببینید باید... اون زن ببینید در دو گروه قرار میگیره، یا یک گروه با درآمد بالاست به خواسته خودش، یا در یک فقری است که تحت استثمار جنسی قرار میگیره. میگیره اگر چتر قانونی نباشه. یعنی ببینید، یعنی چتر شما قانونی، چتر قانونی اونجاست، دولت، پلیس میاد از اون حمایت میکنه، میگه شما که در خیابان هستی تحت تاثیر باندهای مواد مخدر قرار میگیری، تحت تاثیری اونجاست، آیا دولت میتونه براش کار پیدا کنه که بره؟
خب مدینه فاضله نیست که داریم میگیم که بیکاری وجود داره. خود این حرف ایشون به نظر من خود این نشون دهنده هست. ببینید ما خود در خود روسپیگری میایم دو تا حالا میگیم چند تا، نه دو تا دستبندی ایجاد میکنیم به دو گروه ایجاد میکنیم. کسایی که فقیرن، بدبختن، بیچارن، هیچ جو ندارن، بیان اینجا در این خانه ها، و اونایی که اسکورتن خب اسکورتن. کسی که پول داره میخره، این ببین شما این حقو میدین که این انسانی که پول میده میتونه هر کاری با این بدن بکنه. نه دیگه، چارچوب قانونی گذاشته. پس یعنی که شما وقتی قانون اتفاقا این وقتی که میره تو خونه، مثلا ما الان میتونیم بگیم که یک زن روسپی بره به پلیس بگه من مورد تجاوز قرار گرفتم. بله، وقتی قانونی باشه میره مورد تجاوز قرار گرفته. میتونه یه زن میتونه روسپی، یه روسپی. بله، جواب ایشون اینه که میتونه. چنین چیزی ممکن نه. ببینید شما وقتی ببینید وقتی که یک زن در مکانهایی در آلمان، در هلند، در جای دیگه قانونی است، اون شوهر داره، بچه داره، این کارم داره، اگر اون مرد خارج از این قراردادی که دارن کاری بخواد انجام بشه، بهش تجاوز میگن، میتونه شکایت کنه، میتونه مورد آزار قرار. یعنی این زن یک زندگی نرم مثل همه آدم ها باید داشته باشه، نگاه جامعه و قانون هم مثل همه است. منتها گفتم اونجاها مشکل اینه که قوانین از این زن بیشتر پول هم داره میگیره. ولی ما اگه بیایم ساده ترش کنیم، بگیم این چتر قانونی حمایت میکنه از این فرد، اگر خارج از اون چارچوب مورد اذیت قرار گرفت بره شکایت کنه، پلیس از این حمایت کنه. سوال اینه این چتر قانونی که شما میگیم فرض در آلمان، چرا این روسپی ها نمیرن خودشون رجیستر بکنن؟ رجیستر بکنن به خاطر مالیات هست. خب پس به خاطر مالیات این... یعنی اگه شما مدل ترکیه رو نگاه کنید، ببینید مدل نه رویایی نیست این، ولی نه ببینید آقای علایی به یک معنی رویایی هست، برای اینکه شما دارید میگید چتر قانونی بگذارن برای اینها، مالیات هم ازشون نگیرن، خدماتی هم بهشون بدن. خب شما دارید تشویق میکنید خیلی ها رو که بشن تن فروش. این موضوع رو باید ما نگاه تبعیض آمیز بهش نداشته باشیم، اینه باید نرمش کنیم. مثل هر شغل دیگه مثل هر شغلی انتخاب میکنه. سیستم جامعه باید حمایت کنه از کسانی که به خاطر گشنگی کار پیدا نمیکنن برن. ولی من یه موضوع دیگه هم بگم راجع به اینکه رویا میگی، آره نه فقط اینو بگم، ببینید این مطالعه است بوده، بله؟ در نیوزلند هست، در ترکیه کشور اسلامی است، ترکیه مجوز میده، از کشورهای دیگه، زمانهای توریستی که جنوب ترکیه توریست دنیا، از کشورهای دیگه میگه بیا مجوز بگیر در آلمان. پس این رویا نیست، این واقعیت ثبت شده ای که وجود داره. من فکر میکنم ببینین این نگاه خیلی من با این نگاه موضوع، یعنی اصلا هرچی فکر میکنم همونجوری که تحقیقات من هم نشون میده این هست که به هیچ وجه این شرایط زنها رو بهتر نمیکنه. نه تنها شرایط زنها رو بهتر میکنه، کار ماهایی که آدم هایی که برای برابری جنسیتی دارن تلاش میکنن را هم سخت میکنه. برای اینکه وقتی شما قانونی میکنین بردگی رو، بهره کشی جنسی رو، بردگی رو نیستا، 700 هزار برده جنسی ما در اروپا داریم. ببینید انسان ها حق انتخاب دارن. من به شما رجا میدم به یک مقاله ای که چاپ شده توسط شهردار همون منطقه آمستردام، شهردار زن منطقه آمستردام، منطقه خانم ها رابطه جنسی، گفتن اینجا موزل اجتماعی هست. گفت من 4 تا راه میذارم، یکی ببندیم، 2 شیشه ها رو ببندیم، شیشه ها رو کم کنیم، چه کار کنیم؟ منظورتون ویترینایی بود که زن ها پشتش میشیدن، زن ها پشتش میشیدن و خارجی ها توریست ها میامدن عکس میگرفتن. تظاهرات شد توسط خود همون زنها، گفتن شیشه های ما رو نبندید، اضافه کنید. بله. ببینید ما اگر نسخه رو برای کسانی که در اینجا نیستن و مشکلات اونا رو نداریم از بیرون بپیچیم، مشکل حل نمیشه. ما باید بریم ببینیم آسیب ها رو کم کنیم. عرضه و تقاضا وجود داره، آسیب ها رو کم کنیم. شما چطوری میتونید بگید که تأثیر نداشته وقتی که زنانی که رابطه جنسی داشتن یا به خاطر فقر یا به خاطر پول بیشتر، وقتی که خدمات بهداشتی درمانی، خدمات روانشناسی گرفتن، آمار بیماری ها در اینها کم شده، آمار مشکلات روحی روانی در اینها کم شده، در قوانینی که چتر قوانین داشته آمار جرم در بین اینها کم شده. خیلی کوتاه ببینید، من میخوام خیلی کوتاه بگم. ببینید ما تا تمام امشب بحثمون بر سر روسپیگری بود، ولی مهم اساسی کسایی هستن که در طول تاریخ هم پنهان بودن، اونهایی که خریدارن. تا زمان اینکه ما با مردان جامعه
کسایی که مورد اینها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن کار نکنیم، مشکل ما حل نمیشه. ما امشب در تمام شب از سوسپیگری صبح از مردان پن در طول همه بحث ها مردان، ولی ما بحث مرد چوری به چارچوب بیاریم. مرد وقتی میاد به چارچوب که قوانی باشه. خانم سندیاری خیلی ممنون، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و همینطور تشکر از مهمانهای برنامه، آرش علایی و نسرین اسفندیاری. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.